سریال اوکازیون جدیدترین سریال کمدی نماوا تونسته انتظارتو برورده کنه یا نه؟ بلی بل سلام چطوری به پف فیلم خوش اومدی من فاطمه هم تو میتونی منو فاتی صدا کنی قراره تو این کانال راجع به کلی فیلم های جالب و هیجان با هم حرف بزنیم پس بزن بریم <تصفح> همزمان با پخش جنگل آسفالت از نماوا اوکازیون هم روزهای چهارشنبه ساعت 8 صبح منتشر میشه اوکازیون یه سریال کمدیه به کارگردانی مسعود عطیابی مسعود عطیابی اومده کل فک و فامیلا رو جمع کرده گفته بیاین با هم یه سریال بسازیم چون تدوین کار محسا عطیابیه، مدیر تولیدم محمد رضا عطیابیه، کارگردانم که خودشه. تو اکازیون، هادی کازمی، ایمان صفا، غلام رزا پاکدل و یه سریال دیگه بازی کردن و تو این ویدیو میخوایم ببینیم که این سریال ارزش دیدن داره یا نه. بذارین همین اول خیلی رک بهتون بگم. سریال اوکازیون برخلاف اسمش اصلا سریال اوکازیونی نیست یعنی چیز جدیدی برای ارائه نداره یه تم نوستالژی کمدی داره که خب این تم درس خودش رو پس داده ما تو خیلی از فیلم ها و سریال های دیگه این فضای دهه هفتادی و این نوستالژی رو دیدیم مثل نهنگ انبر یعنی قالبی که اوکازیون داره استفاده میکنه کاملا تکراریه اون فضای ده هفتاد رو نشون میده اون حس و حال نوستالژی داره بعد تنزش رو خیلی داره سعی میکنه تصویری با نشون دادن نمیدونم شلوار کردی عرق گیرون پیرنای گلگلی و نمیدونم شلوارشون رو میکشیدن تا اینجای شکمشون بالا نشون میده حالا اینا رو میگیم اوکیه میخواد فضای ده هفتاد رو نشون بده حالا کمدیش انقدر خنددار هست یا نه؟ باید بگم آره بعضی جاش واقعا خنده داره بعضی جاش کاملا سلیقه بعضی جا هم انقدر شور یه شوخی رو در میاره که دیگه کاملا بیمزده میشه یعنی دیگه خنده نداره اون شوخی تو همین دو قسمت اولش سکانس رقص خیلی زیاد داره با اون لباس های ده و اینا که یه ذره حالا هوای نوستالژی داشت آدم و یاد مهمونی های ده هفتاد مینداخت و آهنگایی که تو اون مهمونی پخش می شد همه آهنگای قدیمی رو پخش می کرد حالا بماند که خیلیاش با اون رقصشون اصلا هم خونی نداشت خب ایناش یه ذره بامزه بود چرا با اینا شروع داستان تو اوکازیون چطور بود؟ یعنی تونست از همون اول منو جذب خودش کنه یا نه؟ راستش رو بخوام بگم از لحاظ بسری نه واقعا سرگیجه گرفتم اون صحنه اولی که میبینی همه چی تو تصویر هست انقدر تصویر شلوغه رنگ لباسا اون کتابخونه پشت سر انقدر نامرتبه که اصلا حس خوبی از تصویر نمیگیری حتی رنگ بندی ها هم توازن نداره ولی از لحاظ داستانی بخوام بگم خب آره یه ذره من جذب خودش کرد داستان اینجوری شروع میشه که یک دختری تولد 20 سالگیشه و رفته پیش پدرش میگه اون راز خانوادگی رو که 20 سال از من مخفی کردی چون پدر بزرگش ازش خواسته بود که به این بچه تا 20 سالگی این راز رو نگید اونو بیا برای من تعریف کن حالا باباش داره گذشته رو تعریف میکنه خب این رازه چیه برمیگرده به دایی پدره در واقع با بزرگ دختره به پسرش که بابای دختره باشه گفته بود که تا 20 سالگی دخترت هیچی راجع به داییت بهش نگی خب همین یه ذره کنجکاوی بر من ایجاد کرد که بدونم قضیه چیه چرا نباید از دایش چیزی به دخترش بگه ولی یه ذره برام غیر قابل هضم بود که خب چرا باید اصلا مهم باشه دایی پدرشه مگه شما به دایی پدرتون اهمیت میدید مثلا مهمه براتون کی بوده چی کار کرده اگه دایی خود دختره بود آره خب میتونستم این قضیه رو درک کنم <applause> خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم این سریال از ایده تا اجرا همش کلیش است هیچ چیز جدیدی برای ارائه نداره حتی با اینکه این همه بازیگر خوب کمدی داره جوکاش اونقدری که باید نمیخندوندت میدونین چیه دفتر یادداشت که اومد توقعاتمون رو برد بالا یعنی اینجوری بود که سبک که جدید ارائه داد یه کمدی جذاب بود بعد اینطوری بودم که خب بالاخره یه کمدی خفنم ساخته شد تو ایران ولی سریال اوکازیون دوباره منو پرت کرد تو همون زمانی که های سخیف و مسخره و بی‌مزه داشتیم حالا بازم دو قسمت خیلی کمه که بشه راجع به یه سریال نظر داد ولی خب تا اینجا ای کار خیلی منو راضی نکرد اگه شما این سریال رو دیدی دوست داشتی یا مثل من بعدت اومده حتما نظرتو برام بنویس دوست دارم نظرتو بدونم اگه پیشنهادی انتقادی هم راجع به کانال داری به هم بگو دکمه ساب و لایک یادت نره دوستتون دارم خدافظ